سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این آخرین ساعات سال میلادی 2014 با ما هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. همونطور که اشاره کردم آخرین ساعتهای سال میلادی 2014 را میگذرم. ساعتی دیگر سالی نو، روزگاری نو، چهره نو در بسیاری از کشورهای جهان. در ایران اما در سال میلادی 2014 چه گذشت؟ چه بر سفره مردم افسوده شد؟ چه بر زندگی کودکان ایرانی افسوده شد؟ چه آینده‌ای در برابر جوانان ایرانی گشوده شد؟ زنان ایرانی به چه مرتبه دیگری از حقوق خود دست یافتند؟ حاشیه نشین های شهرهای بزرگ که حدود 11 میلیون نفر توسط حتی دولت دینی، دولت اسلامی، دولت فقاهتی ایران گزارش شده است، آیا سامانی یافتند؟ در برابر این پرسش ها و پرسش های مشابه دیگر پاسخ های مثبتی متاسفانه ندارد. در این برنامه نگاهی می اندازیم به آنچه که در سال 2014 میلادی در ایران گذشت. مهمترین خبرها و رویدادها در ارتباط با زندگی مردم ایران و آنچه که در همین زمینه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در جریان بوده است. با من و شما هستند در استودیو آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، پزشک و تحلیلگر سیاسی و نویسنده، و در هامبورگ آلمان آقای حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی عزیز سلام به شما. منم خدمت شما همکارانتون و بینندگان تلویزیون و همچنین مهمان گرامی جناب آقای شریعت‌مداری سلام عرض میکنم و قبل از هر چیز فرا رسیدن سال نو میلادی رو که تا چند ساعت دیگه و شاید در استرالیا فرا رسیده به همه هموطنان تبریک میگم و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. و سلام به شما آقای شریعت‌مداری در هامبورگ. من هم سلام دارم خدمت شما و درود به همه شنوندگان و بینندگان شما و تبریک سال نو مسیحی به هموطنان مسیحی خودم و به همه ایرانیانی که در کشورهای زندگی میکنند که این سالگشت نو را عید میکنند. آقای دوشوکی به استرالیا اشاره کردید که سال نو در اونجا از راه رسیده، در همون استرالیا، در حواشی استرالیا که البته چندان حواشی هم نیست، جزایر دورتر از استرالیا، جوانان ایرانی محبوس هستند در جایی مثل ناورا که جزیره مستقل هست با حدود 12-13 هزار نفر جمعیت، بر امواج خطرناک اقیانوس ها و دریاها به سوی آینده‌ای که در کشور خودشون نیافتن روان شدن، اما سر از بازداشتگاه‌های ناورا و جاهای دیگه در آوردن. چرا این همه مهاجر، چرا این همه جوان ایرانی
از هر ناکجا آباد جهان سر در آورده، حال اون که نسل من و شما اگر 4 روزی هم در خارج میمون به هر دلیلی بلافاصله اگر درسی میخون خواستار این بود برگرده کشورشون، آینده ای رو در اونجا برای خودش سراغ داشت. بر ایران چه آمد در سال 2014؟ بله، متاسفانه سال 2014 به خصوص برای جوانها در ایران سال سختی بود. همین دیروز هم در اخبار اومده بود که یک کشتی رو از ترکیه به سمت ایتالیا فرستادند. ناخدا و خدمه کشتی اون روی به اصطلاح سکان اتوماتیک گذاشته بودند و خودشون در رفته بودند. اینا بیشترشون سوری بودند و افغانی. متاسفانه ما میبینیم که بیشتر پناهنده هایی که میمیرند جانشون از دست میدن یا از کشورهای فقیر افریقا هستند یا از سوریه و یا افغانستان و یا ایران. یعنی ایران کشوری که جمهوری اسلامی این همه ادعا میکنه که در عرض این سالها پیشرفت داشته و مردم این نظام رو میخوان، جووناش حاضرن در اقیانوسها، در دریاها تومه کوسه ها بشن، تومه قاچاقچیان آدم بشن و ولی در اون کشور نمونن. این علاوه بر اون فرار مغزه هاست که میتونن به یک طریق خودشون رو به خارج برسونن و ایران از نظر فرار مغزه ها و از نظر فرار انسان ها در مقام اول، شاید در کنار کشورهای مثل افغانستان، سوریه و برخی از کشورهای افریقایی قرار داره و بقیده. من این خودش گویاترین سند شکست جمهوری اسلامی هست و لازم به توضیح نیست که چرا بعد از 36 سال جوانهای ایرانی هیچ گونه آینده ای را در داخل جمهوری اسلامی و در اون کشور مصیبت زده متصور نیستن و حاضرن خطر کنن تا به سواحل دور، حالا از شرق گرفته در استرالیا تا به دنیای غرب برسن. و این حقیقت بسیار تلخی است برای ما ایرانی ها که همچنان هر سال تکرار میشه. آقای شریعتی، در همین زمینه نظر شما رو جویا میشیم. چرا این حکومت نتونسته آینده رو برای جوانان تأمین کنه و نه تنها این که الان بسیاری از جوانان طی سال میلادی 2014 باز سر از زندان در آوردن و باز همچنان بسیاری از جوانان در زندان ها هستند. مهدی گروه، مسعود باستانی، تا انتهای برنامه و بیشتر میشه متاسفانه شما. بله، خب آقای چالنگی، متاسفانه در یک حکومت ایدئولوژیک ایران مال همه ایرانیان نیست. یعنی اصولا با ساز و کار یک نظام ایدئولوژیک که امتیازات رو به خودی ها و خواسته ها و خواسته خورها میده، سرریز این امتیازات اونقدر نیست که به بقیه جامعه برسه. شما ببینید ارقام شاهد این است که ایران روز به روز بیکاری درش افزایش پیدا کرده، جوانان آینده ندارن، دولت امکان ساختن شغلهای جدیدی رو که به این جوانان آینده عرضه بکنه نداره و اگر داشتم کوتاهی کرده، برای اینکه اولویت ها تجهیز سپاه به آخرین وسایل جنگی، نمیدانم دادن امتیازات به فلان سردار و فلان مشاور دولت و هیچ نقشه ای برای اینکه از این بنبست اقتصادی خودخواسته که ناشی از اصرار بیجا بر یک برنامه اتمی زیانبار هست و فقط اگر منفعتی داره ایجاد اندکی اطمینان برای حفظ خود در اون دیده میشه نداشته. بنابراین حاصل این نوع سیاست که در عرض 30 چند سال بر ایران اعمال شده، این بی آیندگی است که مثل خوره به جان جوانان افتاده، از هر دردی برای اونها بدتره. اونهایی که چیزی خواندند یا ثروتی دارند از راههایی میان که جونشون کمتر به خطر بیفته و در دانشگاه ها، مراکز علمی یا فعالیت های تجاری مشغول میشن و
نسبتا در خارج موفقن و مملکت از وجودشون محروم میشه، وجودی که برای ساختن شغل برای دیگران لازمه و حتی اگر پول باشه و اینا نباشند این شغلا ساخته نمیشه. و در کنار اون مجموعه بسیار بزرگی از طبقات پایینتر که هیچ آینده‌ای برای خودشون نمیبینن، امروز هم تحت فشارن و بیشتر به دلایل معیشتی خطر خورده شدن به وسیله کوسه ها، غرق شدن در آبهای خشمگین اقیانوس ها رو به جان میخرن و مملکت رو ترک میکنن و اغلب به این سرنوشت غم‌انگیز دچار میشن، یا سالها جوانی خودشون رو در کمپ هایی که برای پناهندگان اختصاص داده شده و اغلب از مزایای یک زندگی آبرومند محرومه میگذرونند. متاسفانه این سرنوشت غم‌انگیز جوانان ایرانی است که انسان به شدت از اون رنج میبره، ولی تعداد به قدر زیاده که جز در سطح ملی و حکومتی اگر تغییری برای اراده سیاست کلی این نظام نباشه از این آن گریزی نیست. و متاسفانه در سال 2015 هم اگر بیشتر نشه بر همین منوال ادامه خواهد. بله، ترکیه، مالزی و چند کشور دیگه، این دو کشور بیشترین تعداد پناهجویان ایرانی رو در خودش داره. آقای دوشوکی عزیز، در سال 2014، یعنی سال پیش از اون رو بخوایم بگیریم، پرونده های فساد 2013، فساد مالی علنی شد، نه اینکه کشف شد، برای اینکه بیشتر هم وجود داشت، اما نه تنها راه به جایی نبود، سرانجامی پیدا نکرد، بلکه پرونده های جدیدی هم گشوده شد که اونها هم همچنان بر پرونده های پیشین افزوده شد. فقط آقای مهافرید رو اعدام کردن به عنوان یکی از کسانی که به هرحال گفته میشه سرمایه گذاری های کرده بود، ایجاد کار کرده بود، اما در میون این زد و خورد ها بین باندهای اقتصادی مختلف ایشون رو اعدام کرده. این ابعاد فساد رو شما در روحانیت حکومت میبینید؟ در معنویت حکومت میبینید؟ در چی میبینید؟ از خدا ترسی ملایان شیعه حاکم میدونید؟ از خوف خدا میدونید اینو که این همه از پیشترینشون آقای رفسنجانی و داردسته ایشون تا برسین به بیت این یکی رهبری که آقای خامنه ای باشه همه دستی در این هرچه اسمش شما بذارید. ببینید، وقتی یک حکومتی که مردمی نباشه و حکومت از لایه های مختلف اجتماعی درخواست بکنه که بیان حکومت رو حمایت کنن و به عنوان ستون های حامی اون حکومت باشن، در سطح بسیار پایین انسان ها رو با یک ساندیس و کیک میخرن و به تظاهرات میارن، یا اونهایی که میرن وارد بسیج میشن چون اگه وامی لازم دارند یا اگه بخوان وارد مؤسسه و دانشگاه و اداره بشن بتونن راندخاری بکنن. بعد از اون لایه های مختلفی هست. الان شما نگاه کنید میبینید در جمهوری اسلامی ایران تعداد بانک ها اینقدر فراوان شده که حد و اندازه نداره و بقیده من نسبت به درصد جمعیت از هر کجای دنیا بالاتره. این بانک ها برای همین سیستم راندخاری، سیستم فساد درست شدن. در نتیجه انسان‌های مثل خاوری به عنوان مثال یا بابک زنجانی یا لیست فراوونه، اینها وقتی وارد سیستم میشن خودشونو طرفدار نظام جا میزنن، میگن ما واقعا نظام خوبه، ولی در حقیقت هیچ کدوم از اینا طرفدار نظام نیستن و هدفشون بیشتر دزدی و فساد و راندخاری و پارتی بازیه. این در این فساد و دزدی یکی از مشخصه ها و لازمه های یک نظام مافیایی هست، یعنی گروهی رفتن اون بالا، حالا این میتونه تحت عنوان مذهب باشه، تحت عنوان ایدولوژی های دیگری باشه. به همین دلیل این اون کاراکتر یا اون خصوصیت اصلی این نظام است که افرادی که در اون هستن واقعا به خاطر منافع خودشون اومدن. وقتی که نظام هزاران نفر رو به عنوان مثال در سال 68 هزاران جوان رو اعدام میکنه
دیگه هیچ گونه اصول اخلاقی و انسانی این نظام رو محکم نگه نمی داره و این افراد فرصت طلبی هستند که حاضرن هر کاری بکنن برای حفظ نظام. چرا؟ چون منافعشون ایجاد میکنه. در نتیجه اگر نظام بتونه چند میلیون نفر رو، حالا 2 یا 3 میلیون نفر رو در مملکت، منافعشون رو از طریق رانتخاری، از طریق فساد، از طریق سهمیه خواهی و غیره به اصطلاح این منافع رو حفظ کنه و این افراد و گروه ها از این منافع استفاده کنن، رژیم فکر میکنه که پابرجا میمونه. به همین دلیل هم ما میبینیم که امروزه فساد، دزدی، تباهی، رشوه‌خواری در تمام جامعه به عنوان یک فرهنگ، واقعا به عنوان یک فرهنگ رسوخ کرده، مثل یک سرطانی میمونه که جامعه رو فرا گرفته و هر کسی که بخواد از این حکومت یا از خان صفرف و خان مملکت بهره‌مند بشه، ناچار خودش رو طرفدار نظام بزنه بکنه. در نتیجه واقعیت اینه که این یک سرطانی است که خود جمهوری اسلامی به وجود آورده و بقیده من این مسائل مذهبی و روحانی و الهی و غیره اینها ظاهر امر است، یا وگرنه هر کجای دنیا حتی یک کشور کمونیستی مثل چین وقتی فساد رو کشف کنند بلافاصله طرف رو دستگیر میکنند، در بعضی از موارد اعدام میکنند و حداقل با فساد در درون سیستم دیکتاتوری خودشون کنترل میکنند. اما در جمهوری اسلامی رهبر میاد و میگه که این قضیه رو کش ندید، در نتیجه من هم بیشتر از این کش نمیدم واقعا. آقای شریعت نظری عزیز، در یکی از خبرهایی که در سال میلادی 2014 من خوندم در صفحه حوادث مطبوعات داخلی ایران و همچنان در ذهن من هست، آگهی بود که نوشته بر کاغذی بر دیواری چسبونده شده بود، مادری که فرزند خودشو میفروخت. در صفحه حوادث اومده بود، گفتگو کرده بودن، از سر ناچاری شوهر معتادی داشت و فرزند خودش رو میفروخت. اتفاقی که در فقط فقیرترین کشورهای آفریقایی و آسیایی میفته. این چون وضعیتی رو از این ور میلیاردها دلار که رهبری حکومت ایران میگه کش ندید زیاد قضیه رو، رئیس دستگاه قضاییشون میگه بر اینها باید پرده کشید چون دشمن بهره برداری میکنه، این دشمن کیه و بقیه، و این برش این بر مادری که فرزند خودشو میفروشه. سکوت مسلمانان غیر حکومتی، من مسلمانان غیر حکومتی میگم، هم از روحانی و غیر روحانی، هم از اصلاح طلبان داخلی و خارج نشسته، در برابر چنین فجایعی از سر چی هست؟ شریعت بلد. اولا فساد رو ما در جایی میگیم که ناشی از ندانمکاری و سوء مدیریت یک دستگاه اداری باشه. اون که در ایران هست سنجیده و نقشه کشیده است، نسنجیده و ناشی از ندانمکاری نیست و از مشخصات هر نظام ایدئولوژیک هست، به خصوص از نوع مذهبیش. اون در مذهب میشه این نوع چیزها رو حلال هم کرد و با وجدان آسوده پول مردم بخورد. اما به طور کلی نظام های ایدئولوژیک ادهی رو حامی خودشون قرار میدن و اینها خودی ها هست، ادهی بی تفاوتان و ادهی مخالفین هم. امتیازات تقسیم میشه، سهم شیر از آن معتقدین و فعالین برای حفظ نظام، سرریز اون به بیتفاوت های میرسه که به قول آقای دوشوکی خودشون رو وانمود میکنن طرفدار نظامن تا از این سهم شیر چیزی گیرشون بیا، و بقیه که در حاشیه‌ان یا مجبورند بسازند و بسوزند یا تن خودشون رو بفروشند یا کلیه بفروشند یا فرزند بفروشند و امرار معاش. این کار چیزی رو که من و شما فساد میبینیم از این سمت قضیه، اونها امتیازاتی میبینن که به خودی ها میدن که مانند چسب اونها رو به هم دیگه بچسبونه و این به هم چسباندن باعث بقای نظام بشه.
حالا چرا این دعواها به وجود میاد؟ برای اینکه این توزیع امتیازات که به نحوی بین خودی ها تنظیم شده، وقتی گروهی به سهم دیگران تجاوز میکنه و بیشتر میبره، مثل گروه احمدی نژاد، داد بقیه در میاد و علنی میشه. یا یکی از بیتفاوت هایی که خودش رو به این راه زده که طرفدار نظام سهم بزرگی مثل آقای خاوری یا بابک زنجانی میبره، خب در دعوای باند ها آلمانی ها یک مثال دارن، میگن که در حقیقت یک روستایی قربانی، این مالکین وقتی با هم دعوا میکردن آخرش یک روستایی رو میگرفتن شلاق میزدن میکشتن، که این باعث دعوای ما شد توی تاریخ آلمان و اسم اینو میگن روستای قربانی. این بیچاره ها روستاییان قربانی هستن که باندهای فساد میخواهند با قربانی کردن اینها در حقیقت روی بقیه کارها پرده بپوشند. همه کس میدانند که اون که آقای روحانی امروز از فساد در سپاه میگه و میگه که جمع شدن ثروت و اسلحه و رسانه و اطلاعات در دست یک نیرو دیکتاتوری میاره، بیشتر مصرف انتخاباتی برای انتخابات پیش رو داره، وگرنه هیچ اراده فائقه ای در این نظام برای اینکه ایران برای همه ایرانیان بشه، یعنی به عبارت دیگه حکومت ایدئولوژیک به حکومت قانون تبدیل بشه، تا حالا دیده نشده و از هیچ کدام از سران اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و معتدل و بنفش و سبز و رنگای دیگه این حکومت دیده نشد. اون چی که هست بقای نظام ایدئولوژیک در روایت های مختلف ترجیح سران مختلف این هاست و متاسفانه هنوز هیچ اراده سیاسی برای حل ریشه ای این مسئله که تبدیل یک نظام ایدئولوژیک به یک دموکراسی با حکومت قانونه، هیچ علامتی از چنین تمایلی در اینها دیده نشده و این ریشه همه فساد هست. آقای دوشوکی، اما حکومت ایران در قیاس با حکومت‌های ایدئولوژیک دیگه یک خصوصیات بیشتری هم داره، از جمله اینکه در نظام‌های ایدئولوژیک مثل نظام کمونیستی چین یا حتی همین کره شمالی مونده یا شوروی سابق، هزار و یک عیب که بر بشمرید اینه که دانشجو اگه میخواد بره دانشگاه در شوروی سابق امتحان مارکسیسم ازش نمیکرد، اینی که اگر هنرمندی دانش آموزی میتونست علاقه به هنر داشت یا ورزش داشت، به هر حال راه کم و بیش براش باز بود. در آلمان آقای شریعت مداری اشاره کردن، در آلمان شرقی که خوشبختانه به هر حال اون دیوار فرو ریخت، آلمان شرقی دست کم در مسابقات المپیک همیشه سوم بود یا چهارم، کمتر مقام های بالایی داشت. به هر حال اختلافات بیشتری به اضافه این که بودن کسانی که در حکومت ایران یک تکلیف مذهبی هم بر کسانی که برشون حکومت میشه در همون نظام وجود داره. حالا این تکلیف بیشتر بر روحانیون بسیار غیر حکومتی هست. من میخوام این پرسشی من هست، در منطقه شما بلوچستان عکسایی من دیدم، تصاویری دیدم، مثل بسیاری جاهای دیگه مثل برخی از مناطق خوزستان، من بانوان گرامی و بچه هاشون از جوی آلوده آب میاشم. در شهر من مسجد سلیمان، اولین شهر نفتی خاورمیانه، ثروتمندترین شهر ایران از نظر معادن گاز و نفت، میزان خودکشی به دلیل بیکاری بالاترین رقم رو نسبت به جمعیت شاید بشه گفت در کل خاورمیانه داره. از شما میپرسیم چرا سکوت روحانیون غیر دولتی، مسلمانان معتقد غیر دولتی نسبت به این مسائل؟ ببینید، واقعیت اینه که من معتقدم مردم ایران یا حتی روحانیان غیر دولتی که البته تعدادشون خیلی کمه، یا مثل آیت الله بروجردی در زندان هستند یا سکوت کردند،
و متاسفانه اکثریت روحانیون با این نظام هستند، چون منافعشون در این نظام تأمین میشه و به هر دلیلی فکر میکنن که اگر این نظام از بین بره دیگه جایگاه روحانیت از بین میره. به همین دلیل من زیاد برای روحانیون که گفتم به استثنای یه عده خیلی کمی، اکثرشون مثلا روحانیت شیعه رو میگم، بخشی از این نظام هستن و اشکی نمیریزم. اما اگر برگردیم به صحبت شما در مورد استانی مثل سیستان و بلوچستان که محروم ترین منطقه است، شاید لازمه که من اشاره کنم به سوال قبلی جناب علی مبنی بر فروش اون بچه توسط خانواده که متاسفانه در سیستان بود. و خب این ببینید، جمهوری اسلامی متاسفانه ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری در لایه های مختلف فساد و راندخاری در هم آمیخته شده و اینو میتونیم از مناظر مختلفی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی از موضوعات همین قضیه که شما اشاره کردید در مناطقی مثل مسجد سلیمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، اینها واقعا مناطق بسیار فقیر و محرومی هستند. اما وقتی نگاه میکنیم این بیشترین رشدها رو شهرهایی مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و غیره داشتن که از خودشون هیچ گونه درآمدی ندارن. درآمد نفت از جنوب ایران میاد ولی جنوب ایران فقیرترین جای کشور هست. خب این مشکل همیشه وجود داشته. اما اجازه بدید علاوه بر ذکر مصیبت که همیشه کارمونی مقداری به نقد خیش هم بپردازیم، واقعیت اینه که متاسفانه گسلهای یا عیبهای مختلفی در فرهنگ جامعه خود ما وجود داره و این در رابطه با فساد و پارتی بازی و غیره، من فکر میکنم جمهوری اسلامی از این گسلها حد اکثر استفاده رو کرده و این شکافها رو باز کرده و این شکافها عادی شده. به عنوان مثال در غرب شما اگه بگید من خب مثلا فرزند شما میخواد یه وامی بگیره یا میخواد بره دانشگاه، من کسی رو سراغ دارم بذار باش صحبت کنم، این کار زشته، بده، پارتی بازیه، دزدیه. اما در مملکت ما از نظر فرهنگی این افتخاره برای ایرانی. یعنی شما اگه توی مهمونی هستی یه نفر پیدا بشه که پارتی داشته باشه، حالا تو ادارات، تو مؤسسات، تو نهادها، تو بانکا که کار شما رو خارج از نوبت یا خارج از ضوابط راه بندازه، اون ارج و احترام اون شخص در بین اون جمع خیلی بالا میره. این عیب فرهنگی ما هست و باید به این عیب فرهنگی هم بپردازیم. به همین دلیل ما میبینیم که واقعا انسانهایی هستند که به خاطر منافع خودشون هر کاری رو حاضرن بکنن. این جمهوری اسلامی همونگونی که شما اشاره فرمودید متاسفانه یک حکومت به نوعی میشه گفت مافیایی هست که از خصوصیات یا از اون مشخصه های بد انسانی، یعنی خودپرستی، فرصت طلبی، حد اکثر سوء استفاده رو میکنه و اونهایی که میخوان خصیصه های انسانی خودشون رو در رابطه با بقیه مردم نشون بدن، یعنی بخوان احساس مسئولیت بکنن و در مقابل این فساد و دیکتاتوری و تباهی اعتراضی بکنن، خب اینا میرن زندان و جمهوری اسلامی بدترین سرنوشت رو نصیب اینها میکنه. به همین دلیل بخش وسیعی از مردم میبینن که به تنهایی نمیتونن اعتراض کنن. روحانیون هم میدونن که نمیتونن اعتراض کنن. اگر اعتراض بکنن سرنوشتی خواهند داشت مثل سرنوشت خیلی های دیگه که اعتراضات را کردن، از جمله آیت الله العظمى شریعت مداری در اوایل انقلاب، از جمله آیت الله العظمى منتظری و الان هم بروجردی و حتی در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان مثل مولانا عبدالحمید که همیشه اعتراض میکنه در رابطه با تبعیض و نابرابری که وجود داره. در نتیجه اینها میدونن. به همین دلیل خب زندانهای ما پر از جوانهایی که اعتراض کردن و روحانیونی که به حاشیه رانده شدن. جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و بقیه نشون میده که شما دو انتخاب دارید، یا با ما باشید و میتونید از این خانه نعمت استفاده بکنید، یا اینکه اگر بر ما باشید سر و کارتون با زندان و تبعید و شکنجه و یا حداقل به حاشیه رانده شدن هست. این سرنوشت تلخی است که متاسفانه اکثر مردم رو در این شرایط فعلی که به اون بعدا میپردازیم، اینه که مردم هنوز منتظرن ببینن وعده های آقای روحانی با حل مسئله هسته‌ای آیا ادامه پیدا خواهد کرد، آیا این وعده ها تحقق پیدا خواهد کرد.
اگر تحقق پیدا نکنه مردم باید تصمیم خودشونو بگیرن که در چارچوب این نظام امکان اصلاح وجود نداره. آقای شریعت مداری، مردم منتظر اجرای وعده های آقای روحانی هستند. یک سال بیشتر گذشته، اونچه که بیشتر شده تعداد اعدام ها بوده در ایران، و ظاهرا همین حرف های روز گذشته ایشون راجب نه دی که نسیخ به سوز نکباب تعبیر شد از طرف بسیاری، این از نکاتی است که به هر حال روشن کننده ختمش آقای روحانی است. به هر حال کارنامه ایشون رو در یک سال گذشته به طور اجمالی چطور بررسی میکنید شما؟ من فکر میکنم که آقای روحانی اولویت خودش رو توفیق در مذاکرات هسته‌ای و اصلاحات اقتصادی در چارچوب امکانات خودش قرار داده بود و هر دوی اینها به مرحله ای رسیده که دیگه نیروی دولت به تنهایی برای پیشبردشون کافی نیست و در حوزه های دیگه کارنامه ایشون سراسر منفیه، به خاطر اینکه بقیه قضایا را به حالت سقوط آزاد در اختیار کسانی گذاشته بود که از اونها برای ضربه زدن به این دو هدف آقای روحانی استفاده هم می کردن. یعنی هیچ عنایتی به مسئله حقوق بشر، به حقوق زنان، به حقوق اقلیت ها، با وجود اینکه همه اینها شعارهای انتخاباتی ایشون بود و بازگشایی فضای سیاسی، نمیدونم آزادی گردش اطلاعات و از این قبیل، در حد محسوسی نکرد. نمیگویم در سخنرانیاش حداقل حمایت از اینا نکرده، در برخی مواقع کرده، ولی هیچ اثر عملی نداشت. در این دو حوزه هم که هدف اصلی خودش قرار داده، خب در حوزه مذاکرات اتمی یک قراردادی منعقد شده، همه هنرهای دیپلماتیک گروه کاردان ایشون باعث شده که تکنج زدائی بشه، طرفین بدونن چی میخوان، حالا جاییست که باید عمل بشه. برای عمل ایشون سپاه رو رو در روی خودش داره و بیت رهبری رو هم بین خودش و بین سپاه داره که یه پاش اینجاست و یه پاش اونجا. بنابراین برای رسیدن به نتیجه قبل از مذاکره با 5+1، آقای روحانی باید یک مذاکره 2+1 بکنه، یعنی باید بشینه این سه رأس مثلث در داخل ایران با هم بشینن و توافق کنن که بعد از این کار چگونه باید پیش بره. زور ایشون به تنهایی نمیرسه و کار به جایی نخواهد رسید تا اینکه سپاه و رهبری در حقیقت با ادامه این کار در چارچوبی که برای غرب هم قابل پذیرش باشه موافقت کنه. در قسمت اقتصادی هم همه کارهای ایشون به اینجایی رسیده که اون که از نون مردم میشد زد طبق سیاست های بودجه انقباضی زده شده، نان گران شده، تورم به خاطر اینکه فعالیت اقتصادی رو کم کرده، سیاست انقباضی بوده، پایین آمده. حال باید امتیازاتی رو که دوره احمدی نژاد بیشتر و قبل از اون هم در تمام 37 سال جمهوری اسلامی به سپاه و نیروهای امنیتی داده شده، از اونها پس بگیره. در اینجا هم زورش به تنهایی نخواهد رسید، یک اراده سیاسی ملی لازمه. بنابراین در هر دو مورد هم در سال 2015 که سال انتخابات هم هست، ما مشاهده خواهیم کرد چالش های پرسر و صدایی رو که محتوای اندکی بر اونها مترتبه، برای اینکه سطح های قوی در مقابل ایشون وجود داره. بنابراین من در یک کلام کارنامه ایشان را خیلی مثبت نمی بینم. شاید نیات ایشون یکمی بهتر از قبلی ها بوده، ولی کاری که کرده خیلی اثری در زندگی مردم تا حالا نداشت. نظر شما هم همینه آقای دوشوکی؟ بله، واقعیت اینه که متاسفانه تا به امروز ایشون نتونست به هیچ کدوم از وعده های خودشون عمل کنه. در طی این یک سال گذشته ما بارها به اون وعده هایی که ایشون داده بود در رابطه با مسئله اقتصادی، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با رفع حصر رهبران جنبش سبز، در رابطه با اقوام، در رابطه با اقلیت های مذهبی، هیچ کدوم از اونا علنی نشده و ایشون همیشه پشت
این پرده تاریکی که نمیگذارند پنهان میشه تا بتونه عدم موفقیت خودش رو در رابطه با تحقق شهارات توجیه کنه، که بعقیده من قابل توجیه نیست، چون ایشون یک کسی نیست که از خارج از سیستم و کاملا ناگاه با سیستم وارد این سیستم شده. ایشون از همون روز اول در این سیستم بودن، سیستم رو کاملا میدونستن، در نتیجه وعده هایی که دادن بر اساس آگاهی و دانشی بود که ایشون از سیستم داشتن. اما در مورد مسئله ببخشید من همینجا ناچارم بپرسم، یعنی چی در نتیجه وعده هایی که دادن بر اساس دانش و آگاهی بود؟ یعنی دانش و آگاهی این که میتونن عمل بکنن؟ واقعیت اینه که ببینید، جمهوری اسلامی یا جمهوری آخوندی خیلی جمهوری پیچیده ای هست. اینه که ما فکر میکنیم اینا نمیدونن، به هر حال 36 ساله که مردم رو سرگرم نگه داشتن و بعضی موقع اصلاح طلب میاد 8 سال، 8 سال بعد یک اصولگرا میاد 8 سال بعد. مردم همیشه با این امید، از نظر روانشناسی ما هم باید بپذیریم که اونهایی که دکترین سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو تبیین میکنند، اینها خیلی وارد هستند به روانشناسی و روانکاوی توده ها و مردم ایران، و با در نظر گرفتن تمام جوانب و فاکتورهای داخلی و خارجی. به همین من دلیل عذر میخوام، چون اینجا شما یک کلمه باید استفاده کردید، باید بپذیرید، قطع تردیدی نیست، نظر شما تردیدی نیست، محترم هست بهتون به طور قطع، بحث نظری نیست، من فقط پرسشم این هستش که این روانشناسی آیا یک بخشش طبق نظر خود شما که گفتید این ور قضیه هم مطرح کنید، آیا این نیست فقط توده های مردم نیست، طبقه تحصیل کرده هست، دانشگاه رفته هست، استاد دانشگاه هست و و بسیار دیگه، که پس از اینکه وعده های آیت الله خمینی به عمل تبدیل نشد، که هیچ، به ضدش تبدیل شد، باز آمدن اعتماد کردن به وعده های روحانی دیگری به اسم آقای محمد خاتمی، و بعد از آقای خاتمی که من اصلا بحث من این نیستش که آقای خاتمی میخواست انجام بده، نیت خیری داشت نداشت، اینه بحث من نیست، توانایی انجام اون وعده حداقلش. پس از این دوتا که بهترین وعده ها رو همچنان به نظر بنده آقای خمینی داده بود موقعی که در نفلوشاتو بود، وعده ها، پس از این دوتا همچنان در انتظار عمل کردن به وعده های کسی مثل آقای روحانی بودن، روانشناسی زیاد پیچیده ای به نظر من نخواهد. یعنی این اعتمادی که بر اساس روحانیت یا به روحانیت شیعه وجود داره هنوز داره کار میکنه، شاید بشه اینو گفت. این اشکال این بر نیست، شما در یک دموکراسی غربی به یک حزبی دو بار رفتید رأی دادید، نه هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرد، طبیعی است بار سوم نمیرن رأی بدن. الان آمریکا داره خودش آماده میکنه به جمهوری خواه رأی بدن در انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسه که همون که در انتخابات میان دوره‌ای داره. بفرمایید. ببینید، نحوه رفتار و عملکرد سیاسی توده ها مسئله پیچیده است و منم ادعا نمی کنم که زیاد سرنخی در این رشته دارم، ولی واقعیت اینه که شما وقتی میگید یه نفر میره به یه حزب رای میده، دوبار رای میده و ناامید میشه، خب یه حزب دیگه رای میده. دقیقا نکته همینجاست که گزینه هست، شما اگر گزینه داشته باشید و گزینه بعدی رو انتخاب میکنید. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران همونی که گفتم، اینها مردم رو طوری با سیستم مواجه میکنند که گزینه همیشه بین بد و بدتر هست، و مردم ایران هم دقیقا مثل مردم اروپایی گزینه آلترناتیو رو یا جایگزینی رو انتخاب میکنند. متاسفانه در ایران در مقابل گزینه مثلا آقای احمدی نژاد یا جلیلی، گزینه روحانی بود که در مقابل بدتر بد بود، و مردم رفتن این گزینه رو انتخاب کردن. در اون وقت گزینه سوم این میشه که مردم از کل نظام عبور کنن، که اون یک شرایط انقلابی ویژه‌ای رو میخواد، و اگر بقیده من اون شرایط فراهم باشه، مردم سراغ اون گزینه خواهند رفت.
اما اون گزینه به صورت عملی در روی مردم امروز وجود نداره و تنها دو گزینه وجود داره و به همین خاطر مردم رفتن و این رفتار رو میشه دقیقا از نظر علمی، از نظر روانکاوی اجتماعی توجیه و تفسیر کرد که در شرایط عدم گزینه های دیگر انسان همون تو تنها گزینه هایی رو که داره یک بهترینش رو انتخاب میکنه. به همین دلیل واقعیت اینه، من برمیگردم به سخنانم در مورد آقای روحانی، اینه که من واقعا چون خیلی امید بستن به روحانی و یکی از کارهایی که ما باید بکنیم مردم امید بدیم، اما من معتقدم نه امید کاذب، اینه که آقای روحانی خودش هم میدونست خیلی از این وعده ها عملی نخواهد شد. ایشون کاملا در سیستم بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و میدونسته که فقط میشه با شعار توده ها رو به طرف خودش جذب کنه و بعدم این بهانه رو بیاره که نمیگذارن. در ضمن این هم باید در نظر داشته باشیم که در جمهوری اسلامی ایران همیشه گروه های مختلفی بخصوص دو گروه بخصوص یعنی اصولگراه و اصلاح طلب بودن که هر کدوم فکر میکنن این کشتی طوفان زده رو به سر مقصد مقصود میرسونن و هدفشون اینه که جمهوری اسلامی رو نگه دارن، به همین دلیل این وعده و وعیدها رو میدن. اما در نهایت هر کسی که واقعا، یعنی هر رئیس جمهوری که واقعا از خودش تخلص و خلوص نیت داشته باشه، بیاد و مردم بگه کیا نمیگذارن. ایشون دو پهلو صحبت کردن که بله اگر تفنگ و پول و اختلاس و همه در دست یکی جمع باشه و همین فساد وجود میاد و قدرت و دیکتاتوری. بعدها ایشون گفتن که منظور من سپاه نبوده. خب منظورش که سپاه نبوده، منظورش کیه؟ آقای خامنه ای هست. منظورم اینه که این دو پهلو گویی ها، کما اینکه دیروز هم همونی که شما اشاره کردید در مورد نویده هم دو پهلو صحبت کردن، ایشون قسم خورده که حامی قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی رو نمیشه حصر خانگی کرد، این غیر قانونیه. آقای مطهری بارها اینو در مجلس گفته. خود روحانی چرا اگر واقعا حامی قانون و مجری قانون اساسی است حداقل اینو نمیگه؟ خب این دو پهلو صحبت کردن نشون میده که ایشون یه مقدار زیادی صادق نیست. خب من اشاره کردم آقای خمینی بهتر از هر دوی و همه آقایون وعده داده بود و ایشون در نفل و شاتو برای جوانانی که نمیدونن وعده داده، یعنی نشنیده بودن، وعده داده بود که تمام آزادن، احزاب آزادن. حتی ایشون برای مارکسیستایی که در زندان بودن، کمونیستایی که به زندان رفته بودن، در عملیات تروریستی شرکت کرده بودن و لاجرم سر از زندان در آورده بودن، اشک ریخت که اونها هم فرزندان من هستن و آزاد هستن، ما مخالف هم هستیم. و آمد اما از فردای پیروزی دارها و شلیک گلوله ها و حاکم شد بر قلمروی حکومتی روحانیت شیعه. آقای شریعت مداری گرامی، ببخشید، چه دلیلی وجود داره که آقای روحانی مخالف دو ستون دیگه عمل بکنه؟ آیا فقط وعده‌ها رو برای دلیلی وجود نداره، بلکه ایشون این کار رو نخواهد کرد؟ ایشون منظورشون این هستش که با یک اصلاحاتی در روندی که سپاه رو قدرت فراوانی داده به طوری که دیگه استقلالی برای دولت و دیگر قوا باقی نمونده، مقداری به سر جای خودش بره. این معنیش مبارزه با جمهوری اسلامی و ایدئولوژیک بودن سیستم و حتی تغییر ساختاری بعضی اصول جمهوری اسلامی یا دفاع از آزادی های سیاسی نیست. این معنیش اینه که با برآمدن سپاه و قدرت گرفتن اون، روند حکومت ایدئولوژی در جمهوری اسلامی مختل شده و به سمت نظامی شدن و پادگانی شدن جامعه و جا رو برای روحانیت، بازار، صنعت و همه خودی های دیگه تنگ میکنه. ایشون میخواد این جایی رو که برای دیگران تنگ شده در حقیقت به جای خودش برگردونه. در مورد برنامه اتمی منظور بکنه. همین. در مورد برنامه اتمی آیا شما نشونی میبینید که آقای روحانی، چون قبلا اشاره کردید شما،
آیا نشونی میبینید که عمیقا خواستار این باشی که مخالف خواست جناح دیگری از حکومت حرکت کنه، کسانی که بله، من فکر میکنم به هر صورت این تحلیل عمق پیدا کرده در بین جناهای نظام که آیا اصولا ما قادر به تولید و حفظ سلاح‌های غیر متعارف نظامی خواهیم بود با وجود مخالفت دنیا یا نه، آیا اصولا این کار به نفع ماست یا نه، آیا در دنیای جدیدی که خطرها از نوع داعش بیشتر هست تا از نوع حمله آمریکا، آیا اصرار بر داشتن این سلاح باعث نمیشه که ما در مقابل داعش ها آسیب پذیرتر بشیم و با آمریکایی که میتونه با ما در منطقه همکار باشه و ما رو یک قدرت بزرگ منطقه‌ای بکنه مخالفت بی خود بکنه، و جناح دیگر هم منفعت خودشون و هم سیاست قدیمی خودشون رو در این میبینن که از همون خطی که جمهوری اسلامی از ابتدا داشت و مخالفت بی قید و شرط با آمریکا طرفداری کنن. من فکر میکنم این تحلیل بسیار عمیقه و تا اندرون و آخرین لایه های خودی های جمهوری اسلامی نفوذ کرد. اینکه آقای روحانی شخصا چگونه فکر میکنه من نمیدونم و واقعا قابل کشف برای هیچ کسی نیست، اما اینکه این دو طرز فکر هر دو پایه اجتماعی در بین خودی ها داره و این دعوا دعوای واقعی است شکی نداره. آقای دوشوکی، یکی از اتفاقات که چه کنم، یکی از رویدادهای برنامه ریزی شده میشه گفت در سال گذشته اسید پاشی به روی دختران و بانوان اصفهان بود، همین دیروز و پریروز هم در شوشتر گردشگرانی که به این شهر رفتن با استقبال اسپری فلفل روبرو شدن، اتفاقی که در شهر تاریخی شوشتر افتاد در خوزستان. اسید پاشایی که در اصفهان چنین کردن همچنان از نظر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ولایت فقیه همچنان ناشناس هستند. ممکنه؟ والا ناشناس که برای من و شما و ملت ناشناس هستند، برای خودی ها و نیروهای انتظامی و اطلاعات و غیره ناشناس نیستند. من فکر کنم این رسمی بود که در همون ابتدای جمهوری اسلامی شروع شد، در اوایل انقلاب فکر کنم از طریق تیغ زدن و چاقو زدن و اینا به صورت دختران شروع شد و الان هم ادامه داره. جمهوری اسلامی واقعیت اینه که الان شما اگه به شهرهای بزرگ برید مثل تهران و مشهد و حتی اصفهان و شیراز و غیره، میبینید که مردم واقعا با نحوه لباس پوشیدن، بخصوص زنان با نحوه لباس پوشیدن، مخالفت خودشون رو به جمهوری اسلامی نشون میدن و شما اگه تو رستوران ها جای دیگه برید اینو واقعیت اینو میبینید و حتی در رانندگی هم میبینید که بعضی از خانم ها اصلا میشه گفت تقریبا حجاب ندارن، در نتیجه مخالفت خودشون نشون میدن و جمهوری اسلامی درمانده شده. به همین دلیل از شیوه های مختلف تهدید و ارعاب و تروریسم واقعا خب اسید پاشی بدترین یکی از اشکال بد تروریسم هست، استفاده میکنه تا بتونه جامعه رو مرعوب بکنه و در این راستا از هر شیوه و روشی که بشه احکام الهی رو اجرا کرد. این از نظر اونهایی که بسیجی هستن و خودشون رو مسئول امر معروف و نهی از منکر میدونن ثواب هم هست و این یکی از به اصطلاح زواید این جمهوری اسلامی هست که متاسفانه در مورد اسید پاشی هم میشه اینو گفت. و چرا به اقدام آقای شریعت مداری دولت روحانی به هر حال موظف تامین امنیت برای شهروندان تحت قلم روی خودش هست نیست؟ آقای روحانی با زیرکی سعی میکنه این وقایعی که اتفاق میفته با انتقاد در سمینارها و صحبتهای از این قبیل سمپاتی یا گرایش عمومی رو برای خودش جذب کنه و خودش رو از این عاملین این قضیه بدون اینکه اینها رو به خطر بندازه یا به دردسر بندازه جدا کنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حاکمیت خودش رو بر زندگانی مدنی مردم، بر شیوه زندگانی مردم، بر زندگانی فرهنگی مردم کاملا از دست داده.
و اینها تلاش های مذبوحانه است که به قدری مذبوحانه است که حتی جمهوری اسلامی نمیتونه ازش دفاع کنه، منکرش میشه، عاملش رو مخفی میکنه، بعد برای اینکه اذهان رو در حقیقت گمراه بکنه در 20 جای دیگه از این قبیل چیزها رو شایع میکنه که انجام شده نسبت به مرد و زن پیر و با حجاب و بی حجاب که رد کنه. یعنی در حقیقت عده‌ای هستن که تصورشون داشته که ما بدون کنترل زندگانی مدنی و فرهنگی مردم نخواهیم تونست ادامه بدیم، ولی واقعیت اینه که این امر شده و روز به روز پایه‌های اجتماعی نظام که هم فرهنگ اون هستن و مانند شیوه زندگانی مانند اونها رو میخوان کوچکتر و کوچکتر میشن و اونایی هم که موندن بیشتر انگیزه مالی تا اعتقادی دارن. بنابراین ترس جمهوری اسلامی واقعی است و این جنایاتی که میکنه فهمیدنی است و این که هیچ کدام از جناهاش هم به صلاح خودشون نمیبینن که یک مبارزه جدی با اینجور چیزا بکنن، این هم واضحه به نظر من. بنابراین جای تعجبی نیست، ولی شکست این پروژه هم قطعی است و کار به جایی نخواهد. حکومت فقی در ایران اشاره کردن به پایه های مردمی، بر چه پایه های حکومت میکنه آقای دوشو؟ بنده از کنم آقای دوشو کی از من؟ من خیلی خلاصه میگم، همه این حکومت جمهوری اسلامی عمل کرداش با ت شروع میشه، ت دو نقطه، یعنی تهدید، تطمیع، تزویر و تظاهر. واقعیت اینه که این نوع شیوه حکومت کردن الان حدود نزدیک به 20 ساله که در ایران، حداقل در 17 سال گذشته، این زمانی که آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی وقتی اومد گفت من کاری نیستم، من فقط یک تدارکاتچی هستم. خب این شد نقش ایشون، نقش دولت رو در مقابل ولی فقیه و نهادهای مختلف نظامی امنیتی تبیین کرد و مشخص کرد. بعد آقای احمدی نژاد اومد که فکر میکردن ایشون محصول سپاه و بیت هست، بیت رهبری، که ایشون هم حتی بقیده من در سال آخر از آقای روحانی تندتر بر علیه سپاه حرف زد، گفت این برادران قاچاقچی ما کاری کردن که طمع بقیه قاچاقچیان دنیا رو برانگیزه. و ایشون اومد گفت که مسئله هسته‌ای کار من در دست من نیست، در دست بیت رهبری، مسئله اقتصادی رو هم برادران قاچاقچی دارن چیز میکنن. الان هم آقای روحانی داره همون شیوه رو پیش میره، یعنی در همین سخنرانی هایی که میکنه اون سوپاب، اون به اصطلاح چیز فشار مردم رو که زیاد میشه کم میکنه، مردم یه نفس راحتی میکشن که حداقل آقای روحانی چیزی گفت به سپاه و نیروهای امنیتی یا بیت رهبری. این همیشه در جمهوری اسلامی بوده و بخشی از اون تزویر هست، ولی اونجایی که تزویر و تظاهر نتونه کاری بکنه، خب اینا تهدید میکنن، کما اینکه خیلی ها را به زندان انداختن و اون اسید پاشی بخشی از ارعاب و تهدید جامعه هست. و تطمیع هم که خب در ابتدای سخنمون گفتیم که اینها واقعا با رشوه و فساد و پهن کردن این سفره برای عده بسیار کمی، کمتر از 10% جامعه، به اونهایی که میتونن بیان در درون این نظام و در این دزدی و چپاول و غارت سهیم باشن بازه. در نتیجه همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی هر کدوم کار خودش رو در جای خودش بکنه و این تظاهر و تزویر یکی از وظایف ریاست جمهوری بوده و هست. بسیار سپاسگزار هستم آقای شریعت مداری گرامی در هامبورگ. با آرزوی سالی خوش برای شما و خانواده و همینطور همه مردم ایران، به ویژه هموطنان مسیحی و ایرانیان مسیح. همینطور آقای دکتر دوشوکی گرامی، با سپاس از شما و آرزوی سال خوش برای شما و خانواده، مردمان نازنین، هموطنان سیستانی و بلوچستانی، به ویژه هموطنان مسیح. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان، آسماری کوهساران دراک تفتان، الوند کو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد باد.
موسیقی